بینندگان محترم، به بحث ما دوباره خوش آمدین. خانم نظری عزیز، شما را با خود داریم، خوشحال هستیم، خوش آمدین به برنامه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه من معذرت میخوایم، دیرتر رسیدم و بعدن سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده های تلویزیون نگاه و همچنان خدمت دست اندرکارهای برنامه شما. تشکر خانم نظری. در کل روند رایدهی به خاطر نامزد وزیرایی که از طرف دولت در پارلمان افغانستان پیش نهاد شده بودن چی گونه بود؟ خب دین روز تا جایی را که ما بررسی داشتیم، خب روند رایدهی تقریبا متاسفانه برخلاف توقع یا برخلاف انتظاری که ما داشتیم، یعنی در جریان قبل از رایگیری، یعنی احساس میکردی که شاید به شایستگی ها و شاید به کسایی که میتونه برای مردم افغانستان خدمت کنه واقعا رای داده شود، ولی متاسفانه در جریان انتخابات و در امروز انتخابات قضیه قسمی شد که هیچ اصلا برخلاف توقع، ما توقع از این را نداشتیم که کسایی که نباید رای رد میگرفت و کسایی که با شخصیت بسیار بالا بود رد میشد، متاسفانه دین روز ما و شما دیدیم که دو تن از شخصیت های ما که مربوط به قوم هزاره یا قوم ما بود متاسفانه رد شد. این حرکت، عامل از این حرکت چی بود و کی بود؟ خب تا جایی را که من بررسی داشتم، تا جایی را که من در درون پارلمان معلومات داشتم، اصلا عامل یکی نبود. میشه که بگیم که در انتخابات چندین علل یا عوامل وجود داشت. البته ما در رابطه با یک موردی که بسیار برجسته تر دیده می شد، البته زدوبندها یا معامله‌گری هایی بود که در بیرون از دروازه پارلمان صورت می گرفت و موارد دیگه ای که وجود داشت، البته بخش مثلا کسایی که علاقه مندی به اصطلاح به قومیت و یک پاداشتن اونا بودن. و یک مورد دیگه هم که میتونیم بگوییم که یک تعداد کسایی که میخواید که بر افغانستان یا برخلاف خواستی از اونا در شرایط فعلی با حکومت نیستن یا با دولت میخواین که به اصطلاح چالش خلق کنن، اینا هم بهره برداری خود داشت که در 3-4 مورد در این قسمت دست به دست هم داد. البته امی تانیست دو نفر کاندید وزیری که از مردم ما بود متاسفانه رد. خانم نظری، ما فعلا آقای سعیدی را در لاین با خود داریم. آقای سعیدی سلام بر شما، صدای ما رو دارین؟ به برنامه ما از راه دور خوش آمدین. آقای سعیدی، در مجموع تحلیل و برداشتای شما از عملکرد پارلمان افغانستان در برابر نامزد وزیرانی که از طرف دولت افغانستان پیشنهاد شده بود چی خواهد بود؟ ما به یه خیلی هستم تأکید میکنم که افغانستان با وعدت فکری و حرکت فکری و عمل فکری از ضرورت دارد. بدونی وعدت ملی، منافع ملی تامین شده نمیتونه و بدون منافع ملی وعدت ملی تامین شده نمیتونه. افغانستان کشوری است از اقوام بزرگ و خود کوچکی که سالهای دراز با یک دیگر زندگی کردن. افغانستان امروز پیکر زخمی داره و این پیکر زخمی را اقوام با هم برادری افغانستان میتونن مرهم گذاری کنن و تداوی کنن. اون چرا که در شورای ملی افغانستان دیروز رخ داد و دو تا از برادرها که آقای دانش که من همیشه باور دارم که آدمی با دانشی هست رای اعتماد نگرفتن و آقای داود علی نجفی، اگر چه اونا دکتر طب هستن، به هر صورت به ترانسپورت پیشنهاد شده بودن رای نگرفتن. من باور دارم در حالی که من رای اعتماد حق نمانده های مردم افغانستان میدانم و اونا نمانده های مردم افغانستان هم باید خود تصمیم بگیرن، من به یک دستم که علت احساسی دو چیز بود. یک، اون چرا که با آقای نجفی را اعتمادی داده نشد، چالش ها و مشکلاتی بود که در دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد و دوره از وکلا خوش نبودن با عمل کردهای آقای نجفی در دوره انتخابات ریاست جمهوری و اون را مطلق کینی آقای رئیس جمهور میبانست. اون چی که به اتفاق افتاد به آقای دانش که من میگم آدمی با دانشی با فرهنگی هلینی
و یک مدیر و یک مدبر است. این بود که مردم فکر میکنن بعد از آقای پارلمان که گویایی همحزبی یا دوستی نزدیک آقای استاد خلیلی است، چون آقای خلیلی با در نظر داشت ارزش‌های قانون اساسی با پارلمان نرفته بود. فکر میکنم که به نهاری که اونا به پارلمان نرفته بودن چون قانون اساسی برشان اجازه نمیداد، اما منحسی رئیسی کمیسونی که گولا بر حوادت برد داشت، اگر میرفتن ایلی نداشت، اما فکر میکنم آقای دانش هم قربانی اینی حرکت شد. تشکر آقای سعیدی، دوباره به شما برخواد گشتیم، ممنون از شما. خانم نظری، سوال بعدی ما میخواییم از شما مطرح بکنم. با توجه به طرز العمل داخلی ولسی جرگه که یک روز نماینده وزرایی که پیشنهاد میشن برنامهشان هم تشریح میکنن و حدودا یک روز دو روزی دیگه اونا مورد استجواب وکلا قرار میگیرن، در صورتی که طرز العمل به صورت واضح از طرف نماینده ها در پارلمان نقض شد، چرا نماینده ها و شمول خود شما در برابر یک حرکت غیر قانونی چرا عکس العمل نشان ندادید؟ خب در رابطه با برخوردی که البته در این دفعه صورت گرفت، تا جایی را به اساس حتی ما طرفدار از این بودم که باید رای گیری میشد که حداقل امروز باید سوال جواب شوه یا نه، ولی ما تا جایی را که برخوردی پارلمان را میدیدیم ما احساس میکردیم که شاید عادلانه باشه. خب در اون صحنه احساس نمیشد که برخلاف خواست یک قوم مشخص یا برخلاف خواست یک کاندید مشخص این موضع اعلان میشه. در مجموع تصمیم گرفته شد، ما فکر کردیم که شاید که عمومی باشه، شاید عام باشه، شاید در مقابل همه یکسان باشه، رای هم اکی بود، ولی ما در این باور بودیم که شاید رای همچنین باشه، ولی متاسفانه در زمانی او زمان شرایطی که آمد ما احساس کردیم خب سوال جواب اگر از آقای دانش نشود یا از آقای داودعلی نجفی نشود از دیگرها هم نشود. ما به این عقیده بودیم. اظهارات آقای سعیدی که گویا یک برخورد اقدامندانه در مقابل دو نفر نامزد وزیر از طرف وکلا صورت گرفته، انتظارش می رفت. ما از طرف یک تعداد چرا؟ خب اصلی گپ اینجاست که ما میخواییم امیر براتون مفصل بگویم. ما شاید در مقابل از این دو نفر عقده صورت گرفت، عقده ای عمل کردن یا هم عقده ای برخورد کردن، یک چیزی پسان در جریان انتخابات واضح شد، ولی در اوایل چیزی ما به چشم نمیخورد. حتی برای ما یک تعداد کسا وعده دادن که ما رای میتیم. ما مطمئن بودیم که این دوره 100% کاندید وزیرای مردم هزاره 100% رای میره. ما شخص خودم به این باور بودم که 100% رای میره، ولی اصلا احساس نمیکردم که این رقم برخورد میشه علی دو نفر کاندید وزیر. موضوعاتی که از داخل پارلمان بعدن برآمد، گفته شد که عدم انسجام در بین وکلای جامعه هزاره یکی از عوامل بود که و عدم کمپانی درست یکی از جمله عوامل بود که نتونستن دو نامزد وزیری که از اقلیت هزاره در اونجا معرفی شده بودن رأی اعتماد نگیرن. نه تنها عدم اعتماد، بلکه غیرحاضری یک تعداد از وکلا هم باعث شد. در مجموع ما دقیق لیستش پیشم نیست که کی حاضر بود که غیرحاضر بود، ولی میشه که در آرشیف مراجعه شوه. ما مکمل درست است حاضر نبودیم، یک تعداد ما غیر حاضر بودن و یک تعداد ما خوب مشخص است که مثلا یک چند نفری برخلاف دیدگاه از اونا بودن، در مجموع برخلاف حکومت هستن اونا، در حتی دمی قسمت هم از امو دیدگاه برخورد کردن. اجازه میتین من سوال کنم؟